بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای خوب و نازنین سلام، انشاءالله که همه شما خوب و خوش و سلامت و سر حال باشین و بعد از ظهر چهارشنبه همه شما نازنین ها بخیر. و یک سلام هم خدمت بله مادرای عزیز و پدرای مهربان، بعد از ظهر شما هم بخیر و خوش آمدین به برنامه ما. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند زیبا. سلام دوستای نازنین، سلام دوستای خوب. امیدوار هستم همگی شما در هر جای هستین جور و صحتمند و خوشحال و موفق باشین و یادتان نره که خنده و لبهای زیبایتان داشته باشین. دوستای نازنین، این روز چهارشنبه تاییدن به بسیار خوبی خوش انشالله که سپری کرده باشین و از اینکه بنده برنامه خودتان هستین یک جهان سپاس. دوستان خیلی زیاد خوش آمدین در برنامه خودتان و تا آخر لحظات با ما باشین، چون امروز میخواییم که به کشور خیلی زیبا سفر کنیم. بله مریم جان، حتما که دوستان نازنین با ما همراه هستن به خاطر که همه دوستان ما سفر کردن دوست دارن و ما امروز قرار است که در یک کشور خیلی خیلی جالب و جذاب و دیدنی سفر کنیم، اما زود است، فعلا زود است که سفر کنیم. بله، بچه‌جان، پیش از اینکه سفر کنیم، پیش از اینکه بریم به کشور زیبا، خوب است که درباره فیسبوک برنامه بگیم. درست است. دوستان میتونن که فیسبوک برنامه را پیدا کنن، کودک نوجوان. بله. و نتین خوب فقط کودک نوجوان نوشته میکنین، بعد از صفحه ما پیدا میشه و ما را میشه دنبال کنین و پست‌های ما را ببینین، نظریاتتون رو با ما شریک کنین، لایک کنین و یادتون نره که عکسای مقبول زیباتون بر ما روان کنین که حتما نامتان رو نوشته کنین، سنتان که چند ساله هستین. بله، و دیگه بله. که پیشنهاداتان رو با ما شریک بسازین و دیگه که یکی دیگه یاد ما نره که عکساتان خوب شفاف بگیرین دوستا. وقتی که عکس میگیرین یک عکس خیلی شفاف و زیبایتان بر ما روان کنین تا که ما بتان دایتون میشه کوپه ها نشر کنیم و دوستای بیشتر و جدید پیدا کنین. بله دقیقا، همطور که مریم جان هم گفت، پس من باید بگویم که چیکار کنید. سعی کنید که عکس های خیلی خیلی مقبول بگیرید تا اینکه دوستایی که شما رو میبینن از دیدن شما چی؟ لبخند بزنن و لذت ببرن. و همچنان این که شما میتونید حتی در قسمت کامنت شعر، کدام شعری کوتاهی داشته باشین، ترانه، هر چیز بودن بنویسید تا اینکه ما هم که خواندیم خوشحال شویم. بله دوستان میتونه که نظریاتشان، پیشنهاداتشان، انتقاداتشان با ما شریک بسازن. و دیگه دوستان میتونید که به یوتیوب برنامه برین، تمدن تیوی در انگلیسی نوشته میکنین، هم قسم که نوشته هست تمدن. بله. تیوی و بعد از اینکه در یوتیوب کلیک کردین زدین، بعد از کل برنامه هایی که نشر شده همگیشون میآید و بعد از میتونید که تمام برنامه های خودتان رو دنبال کنین و ببینین. ممکن است که آدم بخواد دوباره سیبارایی ببینه برنامه را، پس دوستان میتونه که در یوتیوب برنامه ما رو دنبال کنن و برنامه های همگیشون رو ببینن. بله این هم یک راه بسیار خوبی است برای کسایی که برنامه را از دست دادن و ندیدند او روز، و این خیلی خوب است که دوباره بتانین برنامه را چیکار کنین ببینین. بله. و ما مریم جان هم قسم که یک بار مریم جان هم گفت همیشه برنامه های خود چی از طریق یوتیوب میبینیم. بله رو بابا جان. بله. چون ما خود در برنامه که هستیم خود نمیتونیم دوباره ببینیم. بله. دیگه از حبایش هم که ما تو کار داریم و درس داریم و اینا، باز میتونیم که از طرف شب از هر وقتی بیکار بودیم برنامه رو یوتیوب ببینیم، دنبال کنیم و دیگه دوستای ما همچنان میتونه که ما رو دنبال کنن و همچنان میتونه که نظرشون در اونجا همچنان برای ما شریک بسازن، درباره برنامه باشه، درباره هر موضوعی که باشه. خلاصه ای که شما میتونید نظرتون با ما شریک بسازین و ما خیلی خوشحال هستیم که با ما هستین دوستا. پس رو بابا جان. بله. یک سفر ما رو کم کم آغاز کنیم، چی نظر داری؟ بله خوب است دیگه، دوستای ما هم کم کم آماده شدن تا اینکه با هم سفر بریم. و بله خوب است که بگیم که در کدام کشور میخوایم بریم. بله و در کدام قاره میخوایم بریم. بله بله رو بابا جان. بله خب قاره آفریقا رو همه که دوستای ما نام ششنیده گفتی دیگه مریم، من میخواستم دوستای ما حدس بزنن که در کدام قاره، تو گفتی قاره آفریقا. رو بابا جان خوب است. بله. که منتظر نمونده دیگه. خب قضیه دوستای ما حدس بزنن دیگه. خب خیر دیگه. خب دوستای ما امروز میخوایم که در قاره آفریقا بریم و سفر. بله. کنیم و یک کشور خیلی خیلی زیاد زیبا هست به نام. بله. الجزایر، یعنی که خیلی مقبول هست و همچنان میخوایم در اونجا چیکار کنیم، بریم سفر کنیم. بله. و قاره آفریقا یک قاره هست و چندین کشور دیگه داره و کشور الجزایر یک کشوری است که در قاره آفریقا موقعیت. بله. داره و به پایتختش که به نام الجزیره هست میخوایم که در اونجا. بله. سفر کنیم و نام مسجد رو بابا جان به دوست ما بگو. بله نام مسجد هم مسجد کشتاوه هست که یک مسجد خیلی زیبا هست، همونطوری که پایتخت خیلی زیبایی هست
نام کشور خیلی زیبا هست، پس حتما که این مسجد هم خیلی زیبا و دیدنی هست. بله ربابه جان، بگو کم کم شروع کنیم درباره خود مسجد زیبا. همونطور که عکسش هم معلوم میشه بسیار یک مسجد زیبا و باشکوه هست و در زمینی که بسیار بسیار بزرگ هست، محوطه خیلی بزرگ داره، زمینی که دیگه گرفته خیلی بزرگ هست و خوب است که کم کم شروع کنیم تا ای که زیبایی هایش بگوییم و از خود مسجد بگوییم دیگه چی ویژگی ها داره، چقدر مناره داره، نداره، گنبد داره، نداره، همگیشون رو میگیم. درست است، پس مریم جان شروع میکنیم. بله دوستان، مسجد جامع الجزایر کشتاوه که اگه نام مسجد می باشه خب از که شروع کنم که دیگه چی ویژگی های داره. میگه بزرگترین کشور آفریقا امی کشور الجزایر می باشه که کشور الجزایر بسیار مکانهای زیبایی داره، مکانهایی که دیدنی هستن و سنگهای قیمتی در خودش جای داده و دیگه پت و پنهان است و یکی زیبایی های مسجد برای ما نمایش میده و همچنان وقتی که ما در مکانهای خیلی زیباش وقتی ما میریم و میبینیم خیلی مکانها و جاهای دیدنی و زیبای بالخصوص خودش داره. یعنی که کشور الجزایر کشوری است که واقعا یک کشور پیشرفته و زیبا می باشه. و دیگه که جدا از برجسته ترین جاذبه های خود امی الجزایر میه که مکان هایی که داره که میراث جهانی یونسکو هست، یعنی که سازمان یونسکو که در هر کشور میتونه فعالیت کنه، هست در افغانستان فعالیت میکنه، پس این کشور هم چیکار کرده مکان های بسیار مقبول و زیبا و از نگاهی که اسلامی هستن هم همچنان چیکار کرده بازسازی کرده و ساخته و وقتی که ما ببینیم چشم هر بیننده و چشم ما را چی میکنه؟ به مجذوب خودش هم میکنه که واقعا جاهای دیدنی رو که ما میبینیم ما رو خیلی زیاد لذت بخش است، برای ما رو خوشحال میکنه. دقیقا همطور که مریم جان هم گفت، من باید ایر بگویم که کشور الجزایر از لحاظه ای که منابع طبیعی خیلی زیاد و خوبی داره، مثلا مثل سواحل دریایی که داره، جنگلاتی که داره و همچنان باغ وحشایی که در طبیعت موجود است و دست نخورده و هیچ کسی تا هنوز نتونسته که در اونجا مسافرت کنه و شکار، اینا خیلی خوبه. یعنی که از لحاظ طبیعی هم خیلی یک کشور پربرکت هست و همچنان ساخت و سازهایی که صورت گرفته مثل پارک ها، سرک ها که از نوع خیلی یک معماری خوبی کار گرفته و بیننده یا همو گردشگری که در او کشور سفر کنه حتما مشتاق دیدار هرچی منابع و جاهای دیدنی بیشتر میشه، میخوای که در اونجا سفر کنه. همونطوری که مریم جانم گفت که این مسجد در الجزیره قرار داره، من باید بگم که الجزیره خیلی یک جای خوب است که میزبان این مسجد هست. بله رو بابا جان، اما تصویر میتونیم ببینیم چقدر سرسبز زیاد زیبا هست، قدر زیبا هست و جاهایی که سرسبز باشه و درخت باشه و سبزه باشه رو همگی ما دوست داریم وقتی میبینیم. دقیقا مریم جان، بخاطر از اما گفتیم که منابع طبیعی خیلی زیاد داره، یعنی که وقتی که آب و هوای خوبی داشت حتما که در اونجا گیاها و درختان خوبی میرویه و این باعث میشه که بتونم هر زیرساخت و بنا و ساختمانی رو که میسازه چی یک جای خیلی خوب و مناسبی باشه. بله، و دیگه سنگای قیمتی همچنان داره که پیشتر هم بر دوستای ما گفتیم. بیم طرف خود مسجد زیبا، میگم مسجد الجزایر بزرگترین مسجد در کل آفریقا، همین مسجد الجزایر یا مسجد کشتاوه میباشه که واقعا خیلی زیاد چیست کلان هست، خیلی از لحاظ مساحت خود بزرگ و کلان میباشه و بعد از اینکه بعد از مسجد الحرام، مسجد النبی، یکی از سومین مسجد بزرگ جهان به شمار میاد که واقعا مسجد خیلی بزرگ میباشه. یعنی که سومین مسجد بزرگ جهان مسجد کشتاوه هست، درست؟ بله رو بابا جان، ما تو کم و توم گفتیم اما خوب است با هم بریم یک کارتون ببینیم و بعد از ادامه بتیم. بله خوب است، پس دوستای خوب و نازنین با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره برمیگردیم. خب دوستای نازنین، کارتون زیبایی بود که با هم دیگه دیدیم. ربابه جان خوب است که ادامه بتون درباره مسجد زیبا که زیاد گپای ما نمونه و دیگه دوستای ما معلوماتش در این مورد بالا بره و معلومات خود ما همچنان. ربابه جان درست است. خب همینطور که دوستای نازنین ما در تصویر هم دیدند این مسجد خیلی یک مسجد کلان است، درست است؟ بله. پس خوب است که ما بدانیم در این مسجد چه تعداد نمازگزار میتونن که با هم یک دفعه نماز بخونن. بله چه تعداد رو بابا جان؟ خب مریم یک حدس بزنه ببینیم چقدر حدس میشه. خب به نظرم خیلی زیاد است. خب چون ما گفتیم مسجد خیلی کلان هست، نه؟ پس زیاد باشه دیگه رو بابا جان.
خب چرا نمیگی مریم؟ رو بابا جان میخوایی مرا به چالش بکشی؟ خب مریم گفته نتانست ما برای شما دوستان نظر میگیم که به تعداد 120,000 نفر میتونن که یک بارایی چی میگی رو بابا؟ بله. 120,000 نفر؟ بله خب مسجد کلان است مریم جان چقدر زیاد واقعا بله. خیلی نفر زیاد نمازگذار 120,000 نفر بله. همزمان دک مسجد نماز بخوان خیلی تعداد بله خب هستن. خدا رو شکر خدا رو شکر مریم جان که بله. مسجد به کلانی هست و همچنان یک مناره خیلی بزرگ و طولانی دارن که حدود 267 متر طول داره. روبابا جان بله. 267 متر ارتفاع دارد طولش بله. درازیش از چقدر بلند هست. بله و وقتی که کسی بتانه یعنی که توسط او پله هایی که در داخل مناره موقعیت داره بلند شد و ببیند تمام شهر الجزایر میتونه که از زیر چشمش بگذرانه یعنی ببینه بله یعنی که چقدر مناره خیلی بلند بالا هست بله. رو بابا جان درباره بله. مناره گفتی؟ بله حالا خوب است که همتون ما هم بگویم درباره مناره که چی دیگه چی چیزایی داره دوستان میگه این مناره زیبا که ما گفتیم چقدر ارتفاع بلندی داره 43 تا طبقه یا ساختمان داره و دیگه ای که وقتی که ما بله. بخواییم داخل از این مناره که بالا شویم یک لفت همچنان داره که توسط لفت میتونیم بالا شویم و تا آخر نقطهش برسیم و از او بلندی تمام جای میتونیم که ببینیم یعنی که چقدر با سهولت هستیم مسجد البته خطر هم داره دیگه وقت آدم اون همه بلندی رو بالاشه باید مواظب بود رو بابا جان رو خوب بیزم دیگه آدم باید هر جای مواظب باید باشم بله درست است و دیگه یکی رو بابا جان میگه بیم طرف فضای داخلی مسجد که فضای داخلی مسجد چی ویژگی های داره میگه فضای داخلی مسجد زیبا با تابلوهای خوشنویسی با زبان عربی نوشته شده و ساخته شده و دیگه ای که از سنگ مرمر و با چوب هایی که خیلی مقبول هستن و ویژگی های آندلسی دارن میگه تزئین شده ما و ما آندلس هم سبک آندلس قبلا هم گفته بودیم بله سبک معماری آندلس بله سبک معماری آندلس هم گوتیک بود و باروک بود رنسانس اینا بله. بودن پس از اون سبک ها همچنان چیکار کردن به این مسجد زیبا استفاده کردن و دیگه ای که یک فرش بسیار مقبول به رنگ آبی داره که با گل ها و نقاشی های سنتی و زیبایش بله. وقتی ما ببینیم چشمای ما را چی میکنه روشن‌تر میکنه و زیباتر میکنه بله ما از اینجا بله. میبینیم اینقدر زیباست وقتی که بشینیم و لمس کنیم و ببینیم چقدر خوب بله بسیار مقبول است حتی ما میتونیم بگیم که امی قالینی که جور کرده یا فرش بله. که جور کرده همه سو روش یا سبک خود امزی الجزایری میباشه یعنی که از خود همه کشور میباشه بله بله و بسیار جالب و جذاب میباشه و دیگر رو بجا نکته بله. زیاد مانه را که این مسجد زیبا در قرن 17 در زمان حکومت عثمانی های مسجد بله. قبلا ساخته شده بودن بله. اما در سال 2012 دوباره چیکار کرده بازسازی کردن شده. بله درست است و همچنان دوستای نازنین وقتی گفتیم این مسجد به کلانی هست و وسعت خیلی زیادی داره این هم خوب است بگیم که 12 ساختمان داره یعنی که از 12 ساخت یا بنای جداگانه ساخته شده مثلا جایگاه مختلفی است یک کتابخانه داره که کتابخانه حدود 1,000,000 کتاب را در خود جای داده بابا جان 1,000,000 کتاب 1,000,000 کتاب چقدر بله. کتاب های زیادی است رو بابا جان بله کتاب زیادی یعنی که او ساحه خیلی چی؟ کلان و بله جایگیر هست و همچنان بله. چی داره؟ خیلی آبنماهای زیبایی داره آبنما؟ آبنما چیست؟ حوز بله. منظورت است رو بابا جان؟ من امیدون چیزی شبیه حوز است که توسط آب یک منظری را به نمایش میگذاره وقتی دوستان نازنین ما یک قسمت کوچکش میتونن که اگه در پارک رفته باشن دیده باشن که آبها به شکل خیلی جذاب فواره دار چی خارج میشه این تقریبا همه چیز است که داره خیلی باغهای زیبایی ساخته ده اونجا و همچنین یک مرکز تحقیقاتی است که یعنی محققین در مورد خود کشور الجزایر تحقیقاتشان را ده اونجا یعنی انجام میتن یعنی که کلن این 12 بخش بخشای متفاوتی است. بله یعنی که 12 بخشای خیلی بزرگ داره بله. خیلی جاهای زیبا و دیدنی داره و واقعا که مسجد خیلی بزرگی هست چون ما میتونیم به اینجا ببینیم که واقعا مسجد بزرگ میباشه و دیگه که ما بیشتر گفتیم مسجد خیلی بزرگ هست بله این رو گفتیم بر دوستای ما میفهمه چقدر زمین در این مسجد استفاده کردن؟ زمین مسجد میفهمه چقدر خوب. هست؟ خب بله خیلی زیاد است مریم جان اما دقیق نمیفهم دقیق نمیفهم برات بگویم بابا جان درست است خیلی خوشحال میشم بله میگه زمینی که در این مسجد از او استفاده کردن 28 هکتار زمین میباشه
28 هکتار که خدا خبر چقدر زیاد باشه، چند جرب باشه. بله خیلی. و بسیار زیاد کلان و زیبا می باشه. و دیگه ای که واقعا وقتی مسجد فضای کلان و زیبایی داشته باشه، خب واقعا که زیباییش چندین برابر میشه. بله. خب مریم جان، بعضی چیزهایی را که باید بر دوستان خوب بگوییم لازم است هست که ما گفتیم یک قسمت این مسجد یک کتابخانه است، درسته؟ بله. فکر کنم کتابخانه رو میخوای کدام چیز دیگه هم جورش بله کنم. آفرین آفرین. دوستان ناظرین، میخوای که این کتابخانه رو گسترش بده، یعنی کلانش کنه و اونجا رو یک مرکز تحقیقاتی بسازه، یعنی کسایی که نیاز به تحقیق داشته باشن در اونجا مراجعه کنن و از اون کتابهایی که در اونجا موجود هست استفاده بکنن. بله واقعا کتابخانه بزرگی هست و اگر دوست ما، دوستای ما، البته بله. یا ما خودت همچنان اگر بخوایم روزی به یک کشور سفر کنیم، بله. حتما از این مسجد زیبا دیدن کنیم، چون کتابخانه و جاهای دیدنی خیلی زیاد زیبا و جالب بله. دارن. انشالله اگر رفتیم حتما باید یک سری به کتابخانهش بزنیم و خدا بدنش کتابای دوست داشتنی هم اونجا است. بله البته اگر بله. بابا جان بسیار کتابای علوم دینی باشه و درباره کتابای مثلا مطالعاتی تحقیقاتی و تاریخی باشه. بله. و انشالله که دوستای ما از معلومات مسجد زیبایی که امروز ما بله. گفتیم لذت برده باشن و خوششان آمده باشه. بابا جان بله دقیقاً، امیدوار هستیم دوستای خوب و نازنین ما باز هم به تحقیقات خود ادامه بدن تا اینکه معلوماتشان از این قدم زیادتر شه. بله. و دوستا تشکر میکنیم که تا لحظات با ما بله. بودین. دایتم کاردستی با ربوبجان باشین. بعد دیگه با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار دوستان.